بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على اطرته الطاهرین و لعن الدائم على اعدائه مجمعین الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. و اما بعد، بحثی رو که در این دهه انشاءالله ارائه خواهم کرد اگر خداوند علی اعلی توفیق عنایت بکند، یک بحث مهمه. برای ورود به بحث یک مقدمه مهمی را بشنوید. انسان یک موجود اجتماعی است و به اراده خودش و به انتخاب خودش زندگی در جامعه را با هم نوعانش انتخاب کرده. موجودی است اجتماعی، یک بر اساس اجتماعی بودن زندگی در کنار سایر هم نوعانش را انتخاب کرده، دو این زندگی انسان در کنار هم نوعان جامعه را تشکیل می دهد. پس انسان در جامعه است. هدف از تشکیل جامعه تأمین منافع مادی و معنوی انسان است. از اونجا که انسان حقیقتی است دارای جسم مادیتش و روح معنویتش، هر دو خواسته هایی دارند، هر دو نیازهایی دارند، هر دو منافعی دارند، در جامعه باید این منافع چه بشود؟ تأمین بشود. جامعه ای که بتواند این منافع و مصالح مادی و معنوی انسان را تأمین کند، این جامعه جامعه شایسته است. پس ما با هر جامعه ای کار نداریم، ما باید در جامعه شایسته زندگی بکنیم. چرا؟ چون تنها معمنی است که تمام نیازهای بشر در اون برآورده میشه. چون بخشی از نیازها که به بخش مادی انسان برمیگردند و چه بخشی از اون نیازها که به روح انسان و معنویت انسان برمیگردند. برای اینکه جامعه شایسته تحقق پیدا بکند و بدانیم تحقق پیدا کرده است، شش نشانه رو معلوم می‌کنند. میگن جامعه شایسته اون است که شش خصوصیت درش وجود داشته باشه. خصوصیت اول، در جامعه شایسته افراد و اعضای جامعه بدون دغدغه، بدون استراب و تنش، در آرامش در کنار یکدیگر زندگی میکنند. عوامل تنش‌زا وجود نداره. عوامل چالش برانگیز وجود نداره. این اولین نشانه جامعه شایسته است. بهش میگن امنیت روانی. روح و روان انسان در آسایش. این اولی خصیصه است. دومی خصیصه، در جامعه شایسته
دومین نشانه‌ای که وجود دارد امنیت جانی است. اعضا و افراد جامعه در کنار هم زندگیشون به نحوی است که جانشان تأمین است. فضا برای رشد انسانهای شرور وجود ندارد. فضا برای رشد انسانهای قاتل وجود ندارد که جان مردم رو به خطر بیندازد. حتی قانون از آنچنان شفافیتی برخوردار است که زمامداران نیز نمیتوانند این امنیت جانی را به خطر بیندازند. این دومین خصیصه جامعه شایسته است. سومین نشانه، من این نشانه ها رو میگم بعد شما پیدا میکنه جامعه شایسته رو. سومین نشانه که وجود دارد این است که در جامعه شایسته اهتمام افراد و آد جامعه بر حفظ آبرو و شخصیت افراد است. در اونجا افراد بیگناه متهم نمیشن. در این جامعه ترور شخصیت وجود ندارد، نه از طریق افراد حقیقی و نه از طریق رسانه ها و نه از طریق فضای مجازی. حریم شخصی افراد در این جامعه حفظ است، به این یعنی امنیت ارضی، یعنی آبرویی، حیثیت افراد حفظ است. در جامعه شایسته با آبروی افراد کاری ندارند. این سومین ویژگی. چهارمین ویژگی که وجود دارد و نشانه جامعه شایسته است این است که در این جامعه اموال و دارایی های افراد جامعه هم در امان است. مصادره ای وجود ندارد، تعدی وجود ندارد، تجاوزی به حریم مالی دیگران وجود ندارد. اینجور نیست که شما صاحب یک پول با رسید باشید فرداش سه نقطه. این اتفاق نمی‌افتد در جامعه شایسته. به این میگن امنیت مالی. پنجمین امنیتی که در جامعه شایسته وجود دارد امنیت اجتماعی است. بر اساس عواطف و همدلی دو سویه و دو طرفه که بین آد جامعه برقرار است، روابط صحیحی بین افراد جامعه حاکم است، چه در سطح کلان حاکم و مردم، چه در سطح خرد، سطح خانواده، بین اعضای خانواده، زن و شوهر، والدین و فرزندان، فرزندان با یک دیگر. اونجا هم روابط صحیح برقرار است، بین کارگر و کارفرما، بین استاد و دانشجو و فراگیر روابط صحیح برقرار است. به این میگن امنیت اجتماعی. ششمین امنیتی که در جامعه شایسته وجود دارد این است که در جامعه شایسته به خاطر تربیت و پرورش و تعلیم صحیح، انسانها به سوی اعتقاد و باورهای صحیح رشد پیدا می کنند. به سوی اعتقاد و باورهای صحیح رشد پیدا می کنند و از خرافات و عباطیل
به دور خواهند بود. به این میگن امنیت معنوی. چون بحث رشد به سوی اعتقاد صحیح و باور صحیح است، پس نه خبری از شبکه الهادی است که منع از اعتقاد صحیح بکنه، و نه خبری از جریان قرون وسطایی که اجبار به یک اعتقاد وجود داشته باشد. رشد است، رشد انتخاب است، انتخاب صحیح و قطعی، نه انتخاب احتمالی. ببینیم چه می شود نیست، قطعا همان انتخاب می شود، منتها نه به حسب جبر قرون وسطایی و نه به حسب منع شبکه های الهادی. این شش نشانه نشانه جامعه شایسته است. پس جامعه صحنه اجتماع انسان هاست. شب هنگام که آفتاب غروب می کند، ساعاتی از غروبش می گذرد، جامعه از افراد خالی می شود و به هنگام طلوع آفتاب افراد به تدریج وارد صحنه اجتماع می شود. این روال عادیشه. حالا نگی ایران شب و روز نداره، من دارم دنبال یک بحث کلان رو دارم مطرح می کنم. من راجع به جای خاصی حرف نمی زنم. حرف من حرف با اهمیتی است. بر نگردید بگید آقا الان ما گرفتار دلاره چقدر هستیم و روغن پیدا نمیشه، بعد مثلا چه شده اینا هست. ما هم کم و بیش، حالا بیشتر کمتر، با همین مشکلات و معضلات چی هستیم، دست و پنجه داریم نرم میکنیم. اما اینها معلوله، هر معلولی هم در جامعه یک علت داره. بحث من بیان اون علته. ما راجع به اون فقدان داریم صحبت میکنیم. بنابراین در روز افراد به تدریج وارد صحنه جامعه میشوند و جامعه پویایی خودش را آغاز میکنه. اینجاست که مهمترین بحث مطرح میشود و اون ارتباط بین افراد. چون افراد در جامعه تنها زندگی نمی کنن، با هم زندگی می کنن. این یعنی یک تعامل، این یعنی یک ارتباط. مهندسی صحیح ارتباط میان آحاد جامعه نقش مهمی رو در ایجاد جامعه شایسته داره. گفتیم انسان اجتماعی است، به انتخاب خودش در کنار هم نوعش زندگی میکنه. این انتخاب برای زندگی در کنار هم نوع جامعه رو میسازه. اون جامعه این مراد و مد نظر است که مصالح و منافع مادی و معنوی انسان درش تأمین بشود. وقت چنین جامعه دارای شش امنیت است: امنیت روحی روانی، امنیت مالی، امنیت اجتماعی، امنیت معنوی، امنیت عرض با حضورتون که اون دو شکل دیگه که گفتم. و این شش نوع امنیت باید در آبرویی، ارزی، اینها باید درش برقرار بشه تا جامعه بشه شایسته. اگر جامعه بخواد بشه شایسته، چون انسانها با هم زندگی بکنن و انسانها با هم ارتباط دارن، باید نوعی از ارتباط صحیح بین افراد برقرار بشود.
مهندسی صحیح در ارتباط برقرار کردن بین افراد جامعه در تحقق جامعه شایسته نقش مهم داره. خب حالا بحث ما از اینجا آغاز میشه. برای اینکه ارتباط صحیح برقرار بشه چی کار باید کرد؟ اولاً سوالی مطرح میشه و اون که این ارتباط صحیح چگونه است؟ اصلا به شما به چه نوع ارتباطی در جامعه میگید ارتباط صحیح؟ که اگر این ارتباط صحیح باشه اون امنیت های ششگانه چی آقا اتفاق میفته؟ چه نوع ارتباطی اگر در جامعه برقرار باشد این ارتباط ارتباط صحیحه؟ ارتباطی که بر یک مبنای اصولی اتفاق بیفته، مبنای اصولی که منجر به دو چیز بشود: یک، پایداری در ارتباط، سالم بودن ارتباط. سالم بودن ارتباط یعنی ارزشی بودن ارتباط. پایداری و چی؟ سالم بودن، ارزش دار بودن. پس باید یه مبنا داشته باشه. گاهی اوقات مبنای ارتباط در یک جامعه ترس. آدم ها به خاطر ترس در کنار یکدیگر قرار می گیرن. این نه پایدار نه سالم. چرا؟ چون اگر منشأ ترس از بین برود دیگه ارتباطی تحقق پیدا نمی کنه، چون ما در امانیم دیگه چه نیازی به تو هستش؟ پس پایدار نیست، انسان ها از هم تفرق پیدا می کنن. سالم نیست، ارزشی نیست، به خاطر اینکه غالبا منشأ زور میشه، منشأ قلدری میشه، منشأ باجگیری میشه. میگن اگه میخوای من امنیت تو فراهم کنم حساب من شمارش اینه، من نه با اون میگه. بعد مثلا خب اون ملکم که اونجا خوبه اونم به ما بده. میبینید ارتباط هم ناسالمه، ارزشی نیست، بر اساس زور و باجگیریه، چون مبنا یک مبنای چی بوده؟ غلط بوده. من یک توصیه میکنم بوریک، چه در سطح خانواده که بخواید همسری رو انتخاب بکنید، چه در سطح اجتماع که بخواید رفیقی رو انتخاب بکنید، چه همسر دارید چه رفیق دارید، این تحلیل رو از خودتون ارائه بدید که آقا مبنای ارتباط ما چیه؟ ما چرا در کنار هم قرار گرفتیم؟ آنگاه بسیاری از مشکلات حل میشه، بسیاری از مشکلات حل میشه، چون بسیاری از ارتباطات بی‌مبناست. یک، آقا میبینی شریک سر شریک رو چه کار میکنه؟ کلا میذاره، میلیون ها پول رو برمیداره میره، چون مبنای ارتباط درست نبوده. حالا همسر بخوای انتخاب کنی، نه این که چشم و ابرو، نه این که مثلا موقعیت، آقا مبنای در کنار هم قرار گرفتن من و شما چیه؟ ما برای چی کنار هم قرار میگیریم؟ این را اگه اینجا حلش بکنی بعدها در زندگی نخواهی گفت که ما با هم تفاهم نداریم، یعنی ما با هم دیگه مبنای مشترک نداریم. ما ادای یک نوع ارتباط رو در آوردیم، حتی در زندگی هایی که منجر به این ناملایمتی ها نمیشه، بعد از 30 سال مثلا میگیم ما که از این زندگی چیزی نفهمیدیم، یعنی ما معلومه چرا با هم داریم زندگی میکنیم. پس این بحث بسیار بحث ریشه‌ایه. مبنای ارتباطتون چیه؟ گاهی اوقات مبنای ارتباط طمعه. من در کنار دیگری به طمع ایستادم چون استیفاء مال بکنم. به اصطلاح ضرب المثل میگه تا پول داری رفیقتم. میبینی نه سالم است نه پایدار، چون تا زمانی است که من پول نداشته باشم و تا زمانی است که تو پول داشته باشی.
و وقت در این رابطه در واقع ناپایدار روابط ناسالم هم وجود دارد، یعنی شما باید تملق بگی تا از منافع مال اون طرف استفاده کنی، یعنی به جایی که تواضع در جامعه حاکم باشی تکبر در جامعه حاکم خواهد بود، از بالا به پایین نگاه کردن در جامعه خواهد بود. پس مبنای این ارتباط در آحاد جامعه چی باید باشه؟ این بحث ماست. به خدمت قرآن کریم که می رویم، مبنای ارتباط جامعه را پیوند بین روح‌ها قرار می‌دهد، اتصال بین جان‌ها قرار می‌دهد و از این اتصال بین جان‌ها پیوند بین روح‌ها تعبیر می‌کند به اصل اخوت، برادری دینی که در یک مقطعی در جامعه ما از این اصل اخوت فقط اسمش بود، یعنی وقتی بخواستن طرف رو صدا بزنن میگفتن چی؟ برادر، که الحمدلله الان بگی برادر از هزار تا فوش چارواداری اگر به طرف بدتر گفتی، یا برادرت نیستم. خیلی خوب، یعنی من اون مبنای قرآن رو نمیخوام. ببینید تحلیلی داره قرآن چی گفته، ببینه آها جامعه چی میخوام. قرآن کریم میفرماید در سوره مبارک حجرات آیه 10، انما المؤمنون اخوه، انما عدات هست، این است و جز این نیست، اهل ایمان یک مبنا برای ارتباط دارن و اون برادری با همه. فاصلحوا بین اخویکم، حالا که این اصل اخوت حاکم است پس بین برادرانتان اصلاح کنید، یعنی اون پیونده رو چیکار بکنید؟ مستحکم تر بکنید. قرآن فرماید مبنای ارتباط در جامعه برادری دینست. این مبنا هست که میتواند پایدار باشد و میتواند چه باشد؟ ارزشی و سالم باشد. همین. اما اون چه که در یک مقطعی در کشور ما بیان می شد فقط بیان لفظی بود. چجوری می توانیم بین آد جامعه یک رابطه اخوت ایجاد بکنیم، برادری ایجاد بکنیم؟ تو ذهن مبارکت بیاد که باید صبر بکنیم تا عید قدیر سال آینده اون دعای برادری رو اخوت رو بخونیم، با اون هیچی حاصل نمی شه. بحث فراتر از این حرف هست. بر مبنای قرآن بهترین زمین ساز اصلاح روابط و مناسبت ها اصل اخوت. حالا چه راهکاری وجود دارد که ما به این اصل اخوت برسیم؟ راهکارهای رسیدن به اصل اخوت برای برقرار کردن یک ارتباط سالم و پایدار بین آد جامعه به منظور رسیدن به جامعه شایست، لازمش دو چیز است. یک، آحاد جامعه که در کنار هم زندگی می کنن در یک اجتماع نقش خودشونو بدونن، وظیفه خودشونو بدونن، که بحث امثال ماست.
وظیفه انسان در جامعه. دو، خودشون رو مقید به رعایت اون وظیفه بکنن. پس اگر بخواهید مبنای اخوت رو در جامعه محقق بکنید، باید نقش خودت رو در جامعه معلوم بکنید، تکلیف خودت رو در جامعه معلوم بکنید، وظیفه خودت رو در جامعه معلوم بکنید. تو چی کاره هستی؟ آنگاه عنصر و مؤلفه دوم این است که شما نسبت به اون تکلیف وظیفه متعهد باشید. متعهد باشی. چند تا روایت برات میخونم. ما باید نسبت به تکالیف خودمون نسبت به همدیگه متعهد باشیم. چرا؟ چون این تکالیف حق جامعه است و این حقوق رو نباید زیر پا گذاشت. به عقل، به حکم عقلا، به حکم شرع، رعایت حقوق دیگران لازم است. ما از دیدگاه شرع وارد میشیم. در شرع مقدس بیان مبارک حضرات و رهبران آسمانی دین ما اینه: آقا ما نسبت به جامعه تکلیف داریم و این تکلیف ما نسبت به جامعه حق جامعه است. آنگاه امام صادق علیه السلام می‌فرماید: ما عبد الله بشیء افضل من اداء حق المؤمن. خدا به چیزی برتر از اداء حق مؤمن پرستیده نشده است. واجبات تو بس کنار، تو بیشتر اهل مستحباتی. در مستحباتم 5 تا 6 تا چیزی بیشتر نمیشناسی. اونی که خیلی بیشتر همه میشناسی بماند مثلا. اما رهبران آسمانی ما میگن آقا جان خدا به ادا به چیزی برتر از حق و ادا حق و حقوق اهل ایمان پرستیده نشده. خود تو نباید خودت سوال بکنی حق و حقوق چیه که من به بهترین شکل خدا رو بپرستم. خب نباید از خودت این سوال بکنی. در جامعه نباید یک چنین جنبشی ایجاد بشه. حقوق اهل ایمان، حقوق مردم چیه که باید ادا بشه؟ ایار هم از وجود نازنین امام صادق و هم از وجود نازنین حضرت موسی بن جعفر، هر دو بزرگوار خانه کعبه رو نظر میکنن، نگاه میکنن. بعد میفرماید امام صادق علیه السلام: والله ان المؤمن لاعظم حقا من الكعبه. به خدا حق مؤمن از کعبه بالاتره. کعبه ای که سید الشهدا در سال 60 هجری مکه رو ترک کرد که خون مبارکش اونجا ریخته نشه، به خاطر اینکه کعبه حرمت داره. بعد حضرت صادق میفهمه حرمت حقوق اهل ایمان بیشتر از تو. همین است که چون شناخته شده نیست، همین است که چون نمیدانیم جامعه رو اینجا کشونده. این بحث اجتماعی هم حاکم رو میگیره
هم رعایا رو میگیره، هم مردم رو میگیره. فقط مربوط به من و تو هم نیست. یه استاندار هم باید گوش بکنه، یه باید فرماندار هم گوش بکنه، این رو باید وکیل مجلس هم گوش بکنه. چون باید بدونن که حقوق اهل ایمان چیه. من هم باید بدونم، شما هم باید بدونی. دانستنش هم به تنهایی کفایت نمی کنه، باید رعایت بشه تا امنیت روانی ایجاد بشه، تا امنیت اجتماعی ایجاد بشه، تا امنیت جانی ایجاد بشه، تا امنیت معنوی ایجاد بشه، تا امنیت مالی ایجاد بشه، تا جامعه بشه جامعه چی؟ شایسته. جامعه شایسته با بخشنامه حاصل نمیشه، با دستور حاصل نمیشه، با اراده حاصل میشه، با علم و آگاهی حاصل میشه. جامعه ای که انشاءالله بسازیم تا امام زمان توش قدم بزنه، تا از فردش راضی باشد، تا از جمعش راضی باشد. من قائل به جزیرت الخضرا نیستم، ولی اگر جامعه شایسته باشد جزیرت الخضرا میشود. به سر نرجس خاتون میاد، سر میزنه، دلجویی میکنه، چون جامعه شایسته است، جا برای انسانهای شایسته است. فضاهای آلوده جای برای انسانهای پاک قرار نمیدهد. از وجود نازنین حضرت مطلب به جعفر نگاه کردن به خانه خدا، فرمودن ما اعظم حق و که یا کعبه، چه عظیم از حق توی کعبه، ولی وولله ان حق المؤمن لأعظم من حقک، حق مؤمن از تو بالاتره. خون پاک و مطهر امام در کعبه ریخته نشه، حرمت خانه حفظ بشه. ببین امام معصوم شد مسئولیت نسبت به مؤمن داره، چه برسد به من و تو؟ برادر این مسئولیت ها رو پیش داری؟ برادر تا به حال این مسئولیت ها به گوشت خورده؟ امیر المؤمنین علی علیه السلام می فرماید قضاء و حقوق الاخوان، برآورده کردن حقوق برادران دینی بر مبنای اصل اخوت، اشرف و اعمال المتقین، شریفترین اعمال از اعمال متقین است اهل تقوا. و یستجلب مودت الملائکه المقربین، ثمرش این است که ملائکه مقرب عاشق اون آدم میشن. جبرئیل امین عاشق اون طرف میشه که برادر ایمانی رو حق و حقوقش رعایت کرده. امام معصوم میفرماید بزرگترین واجب الهی است الا و ان اعظم فرائض الله علیکم بعد فرض موالاتنا و معادات اعدائنا، بدان مهمترین واجب بعد از ولایت ما و براءت از دشمنان ما دو امر است: یک استعمال و تقیه علی انفسکم و اخوانکم و معارفکم، این که خیش و قومتون و برادرانتون و خودتون اگر در شرایط تقیه قرار گرفتید تقیه رو چیکار بکنید؟ رعایت بکنید. اگر مهر گذاشتن در خانه خدا به خاطر وهابی ها جانتو به خطر میندازه، نگو آقا مهم نیست، باید تقیه کنی، مهمه، اصلا این حرفا نیست. و دومی
و قضاء و حقوق اخوانکم فی الله. دومین واجبی رو که نام میبرد بعد از محبت خاندان رسول و براءت از دشمنان، میگه اول تقیه، دوم چی؟ برآورده کردن حاجتهای دیگران، رعایت کردن حقوق دیگران، رعایت حقوق دیگران. یعنی اول زنده بمون بر اساس تقیه، دوم چیکار بکن؟ حقوق دیگران رو رعایت کن. خداوند علی اعلی دو گناه رو نمیبخشه. یغفر الله للمؤمنین کل ذنب و یطهر منه فی الاخره ما خلا ذنبین. خداوند علی اعلی هر گناهی رو از اهل ایمان میبخشد و در آخرت پاکش میکنه، مگر دو گناه: یک، ترک و تقیه. اونجایی که جایگاه تقیه است شما تقیه نکنی، اینو نمیبخشه. اگه به کشته شدن بروی میشه قتل نفس، نمیپذیره. و دو، تزریع حقوق الاخوان، ضایع کردن حقوق برادران دینی. پس بحث ابصال ما یه بحث بسیار مهم است. این فراتر از نماز خوندنه، این فراتر از روزه گرفتنه، این فراتر از حج به جا آوردنه. انشاءالله اگر خدا اراده کرده باشه از فردا این خصائص رو بگیم، این حقوق رو بگیم، جامعه باید نسبت بهش چیزی اتفاق بیفته. از طرف من، حالا فلانی انجام نمیده، به من چه مربوطه؟ فلانی انجام نمیده، به من چه مربوطه؟ این باعث میشه که وظیفه من ساقط بشه. در یک حدیث شدید اللحن از ساحت مقدس نبوی، حضرت فرمودن که برادران مسلمان بر مسلمان 30 حق دارن که یا باید اون 30 حق رو ادا بکنیم یا حلالیت به طلبی. اصلا من نمیدونم چی هست که بخوام ادا کنم یا حلالیت بترم. بعد آخر روایت پیغمبر بیان مبارکشون اینه که اگر کسی این کار رو نکنه در قیامت علیهش محاکمه میشه. یعنی مسلمان جلو تو رو میگه این آقا با من رفیق بود، برادر بود، ولی حق من ادا نکرد. پیغمبر ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا میفرماید، خداوند علی اعلی میفرماید چه کار بکنیم الان؟ این آدمی که میگه حق و حقوق من ادا نشد به پروندهش نگاه میکنیم، میگه اگه اهل گناه هستم میگه بخش گناه هم رو گردنش، میبینی نه گناهی نداره، ثواب کم داره، میگه بخش از ثواب اون روزی گرده من. و پیغمبر میفرماید همین جور قضاوت میکنن. بنابراین اینجور نیست که آقا حالا بقیه چیکار بکنم منم همون کار بکنم، بقیه هر کار بکنم، اصلا ربطی نداره، اصلا ربطی نداره. عرضم تمامه.